روز پنجشنبه همزمان با کشته شدن یک مظنون به تیراندازی در نزدیکی کنسولگری اسرائیل در مونیخ توسط پلیس آلمان روزنامه اشپیگل گزارش داد. سازمان‌های اطلاعاتی در اروپا اخیراً طرح‌های تروریستی حکومت جمهوری اسلامی ایران برای حمله به اماکن و نهادهای یهودی در فرانسه و آلمان رو خونسا کردند. به گزارش این رسانه آلمانی، یکی از هسته‌های تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده که اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری میلادی تونسته با استفاده از مواد آتش‌زا 4 حمله علیه شرکت‌های تحت مالکیت اسرائیل در جنوب فرانسه انجام بده. گفته میشه رهبر این باند جنایتکار یک قاچاقچی مواد مخدر در شهر لیون فرانسه بوده. اداره امنیت داخلی فرانسه نیز در گزارشی گفته سرویس های اطلاعاتی ایران به شیوه های ترور های هدفمند بازگشتند، چیزی که برای حدود 20 سال در اروپا مشاهده نشده بود. در سند محرمانه آمده که جمهوری اسلامی افراد با سابقه ارتکاب و جرم و جنایت رو به کار میگیره تا اسرائیلی ها، یهودیان و مخالفان حکومت تهران رو که به اروپا پناهنده شدند ترور کنه. حالا با انتشار این گزارش، برخی از گمان زنی ها بر اینه که حمله به کنسولگری اسرائیل در مونیخ میتونه با حملات یهود ستیزانه در اروپا که با حمله تروریستی حماس به اسرائیل شدت گرفته در ارتباط باشه. روزنامه اشپیگل ماه گذشته نیز گزارش داده بود که محمد هادی مفتح، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ، که مستقیما از سوی علی خامنه ای رهبر حکومت ایران دستوراتی مستقیم رو دریافت میکنه، یکی از این دستوراتش نحوه ترسیم حمله تروریستی 15 مهر حماس به اسرائیل بوده. در ماه‌های گذشته دولت فدرال با بررسی اسناد و مدارکی مرتبط با مراکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی در آلمان حکم تعطیل شدن این مراکز را صادر کرد. دولت فدرال آلمان این مراکز اسلامی را مروج ایدئولوژی اسلامگرای افراطی و تمامیت‌خواه در آلمان عنوان کرده. سارا دماوندان، صدای آمریکا، هانوفر.